جمال شریعت نداره. الان دو تا بحثه، یکی این که در مورد همین جاله، چون تنها دستاوردی که اینها پیدا کردن ظاهرا همین به اصطلاح حادثه بود که اینها خیلی تو رسانه‌های مختلف راجبش صحبت کردن که گفتن نه ایشون به اصطلاح ضد حکومت بوده. حالا البته با بحثی که جناب آقای سراج فرمودن موضوع حل به اصطلاح روشن شد در این زمینه. نکته دوم اینه که سناریوی بعدی در واقع فتنه انگیزی چه خواهد بود و باید انتظار چه موضوعی را داشت؟ بله، عرض شد حضور شما که ببینید به ما زیاد میگن، سوال میکنن، میگن بعضی از خبرهای خیلی محرمانتون از کجا میارید و ما معمولا پاسخمون اینه. چند وقت قبل تو تلویزیون یکی از همکاران محترم شما این سوالی کرد، من بهش جواب دادم، چون میگفت این خبره خبرهایی که وزارت اطلاعات هم نداره. مثلا گفتم آره بعضیش اینطوری. گفت کجا میارید؟ گفتم بچه حزب‌الله همه جا هست. و اینجا لازمه در مورد برادر بسیار عزیز و شهیدمون، جوان شهید آقای سانه جاله، یا به قول رادیو فردا خانم جاله سانه، در مورد آقای سانه جاله عرض بکنم که ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس میگرفت و خبرهای خیلی خوبی ما میدون. من دیگه پس اجازه بدیم بگم، چون کار چیزه، حالا که دیگه شهید شد و انشاءالله اونجا بهرش میدون. از جمله مثلا به اتفاق بعضی از اینا پیش آقای منتظری رفته بود، میومد خبرش رو مطرح میکرد و من ارجاع میدم اونایی که میخوان توی این نکته دقیق بشن، ارجاع میدم به بعضی از خبرهای ویژه کیهان که رفته اسمی از منبع برده نشده ولی همچی وضعیتی هست. من معتقد هستم که ایشون رو شناسایی کردن و زدن و نمیتونم اینطوری نباشه، چون نوع شهادت ایشون هم همینه که حالا آقای سراج عزیز بهش اشاره کردن.